فصل 53 از آموزش ریاضی و آمار برای آزمون های استخدامی ما پس شاخص های پراکندگی ما تو این فصل میخوایم راجع به شاخص هایی که در ارتباط با میزان تفاوت دادهها از مرکز و پراکندگی داده ها دارن صحبت میکنند از جمله دامنه تغییرات چارک های بالا و پایین واریانس انحراف معیار و نهایتا ضریب تغییرات صحبت بکنیم و مثال حل بکنیم اولین مسئله تعریف شاخص شخصهای پراکندگی که به دنبال تعیین میزان تفاوت داده ها ببینید تو شاخص های مرکزی ما گفتیم شاخص هایی که به دنبال تعیین مرکزیت داده ها هستند اینجا شاخص هایی که به دنبال تعیین میزان تفاوت داده ها و به خصوص دوری داده ها از میانگین هستند شاخص های پراکندگی نامیده می شوند. مهمترین شاخص های پراکندگی عبارتند از دامنه تغییرات اینا جزیاتش رو بررسی خواهیم کرد چارک های بالا و پایین واریانس انحراف معیار و زریب تغییرات بنابراین اگر در تست دیدید دید که کدوم یک حالا از گزینه های زیر جزء شاخص های پراکندگی هست یا نیست باید خاطرتون باشه که دامنه تغییرات چارک های بالا پایین واریانس انحراف معیار و ذریب تغییرات جزء شاخص های پراکندگی هستند که دارند میزان تف فاوت داده ها و اینکه هر داده از میانگین چقدر فاصله داره بحث میکنند و نتایجی رو ارائه میدن اما اولین شاخص پراکندگی دامنه تغییرات خیلی ساده میگیم اختلاف بین بزرگترین و کوچکترین مقدار داده ها را دامنه تغییرات میگویند و با آر نشان میدهند. پس بزرگترین داده منهای کوچکترین داده میشه دامنه تغییرات یعنی اون فاصله ای که بزرگترین عدد با کوچکترین عدد داره میشه دامنه تغییرات اون عدد یه سری نکات در ارتباط با دامنه تغییرات باید بدونید یک دامنه تغییرات داده ها صفر است اگر و تنها اگر همه داده ها با هم برابر باشه خب خیلی واضح هستش اگه همه اعداد با هم یکسان باشه اون وقت بزرگترین عدد منای کوچکترین عدد صفر و عکس این قضیه هم درسته یعنی اگه دامنه تغییرات برابر صفر باشه الزاما باید همه داده ها با هم برابر باشه مسئله بعدی این که معیار خوبی برای میزان پراکندگی داده ها نیست زیرا فقط کوچکترین و بزرگترین داده رو در نظر میگیرد شما یه جامعه ای در نظر بگیرید که همه اعدادش بین صفر تا بیست هستند و یه یه عدد مثلا به عنوان 80 هم داخل اون اعداد هست مثلا فرض کنید 99 تا عدد بین صفر تا بیست هستند و یه عدد 80 هست دامنه تغییرات خواهد گفتش که 80 منهای صفر برابر 80 هست در حالی که خب میار خوبی برای میزان پراکندگی نیست چون 99 تا از عدد ها بین صفر و بیست هستند در هر صورت به عنوان ابتدایی ترین معلفه میزان پراکندگی دامنه تغییرات رو در نظر میگیریم هرچند معیار خوبی برای میزان پراکندگی داده ها نیست اگر همه داده ها با عددی جمع یا تفریق شوند در دامنه تغییرات تغییری ایجاد نمی چرا چون هم این بزرگترین عدده داره با اون عدد جمع میشه هم کوچکترین عدده داره با اون عدد جمع میشه لذا اینکه تفاضلشون ثابت خواهد موند و تغییری نخواهد کرد اگر همه داده ها در عددی مثل کا ضرب شوند دامنه تغییرات داده ها نیز در کا ضرب خواهد شد اگر شما بزرگترین عدد رو هم در کا بکنید کوچکترین عدد رو هم در کا ضرب بکنید وقت اون فاصله شون هم در کا ضرب میشه پس سه تا نکته خیلی مهم که اینجا وجود داره یکی این که دامنه تغییرات صفر اگه و تنها اگر همه اعداد با هم برابر باشه مسئله بعدی این که اگر همه عدد ها رو با یه عدد ثابتی جمع یا تفریق بکنید دامنه تغییرات یکسان باقی خواهد مون تغییر ایجاد نمیشه و اگه همه اعدادها ها رو در یه عدد ثابتی ضرب بکنید دامنه تغییرات هم در اون عدد ضرب خواهد شد خب بریم سراغ شاخص پراکندگی بعدی چارک های بالا و پایین و نیم دامنه چارک ها خب همونجور که توی فصل گذشته در ارتباط با چارک اول و سوم صحبت کردیم میگیم بعد از مرتب کردن داده ها و تعیین میانه اعداد کمتر از میانه نیمه اول داده هاست اعداد بزرگتر از میانه نیمه دوم داده ها هستش میانه نیمه اول اعداد رو میگیم چارک اول میانه نیمه دوم اعداد رو میگیم چارک سوم حالا مسئله ای که جدید هستش اختلاف بین چارک های اول و سوم را دامنه چارک ها میگویند و با کیو نشان میدن در همون جعبه ای که توی نمودار جعبه ای رسم میکردیم از کیو یک یعنی چارک اول رسم میشد تا کیو سه به عنوان چارک سوم ما بهش میگیم دامنه چارک ها با کیو نشان میدن اعداد بزرگتر از چارک سوم را چارک بالا و اعداد کوچکتر از چارک اول را چارک پایین گویند پس فرض کنید این کل اعداد باشه کوچکترین مقدار بزرگترین مقدار میانه رو که تعیین کردیم حالا چارک اول که میشه Q1 چارک سوم که میشه Q3 حالا این قسمت وسط چارک اول تا چارک سوم رو میگیم دامنه چارک ها دامنه چارک ها اعداد بزرگتر از چارک سوم یعنی این قسمت حالا من اینجوری هاشور بزنم میشه چارک بالا و اعداد کوچیکتر از چارک اول یعنی اینجاها میشه چارک پایین خب یه مثال داریم در عدد زیر چارک اول چارک سوم و دامنه میان چارکی یا همون دامنه چارک ها رو تعیین بکنیم خب ما اول باید اعداد رو مرتب بکنیم از کوچیک به بزرگ بنویسیم یه پنج اینجا هستش پنج بعد دیگه هفت هستش بعد هشت داریم آره هشت هستش بعد نه داریم بعد عدد ده هستش یازده هستش دوازده سیزده نداریم چهارده هستش بعد پونزده نیست شونزده هستش هفته هیجده نوزده داریم بیست هستش بعدی بیست و یک و 23. خب اینا رو ما الان به صورت مرتب نوشتیم حالا ببینیم که چند تاست یک دو سه چهار پنج 6 هفت هشت 9 ده یازده دوازده سیزده 14 15 عدد هشتمیه میشه میانه خب پس یک دو سه چهار پنج 6 هفت هشت این شد میانه چون الان دو چهار شش هفت تا بعدشه دو چهار 6 تا هفت هم قبلش پس این شد میانه حالا توی این نیمه اول دوباره عدد چهارمیه این الان میشه Q1 بعد توی این نیمه بعدی عدد چهارمیه این میشه Q3 خب اعداد بزرگتر از چارک سوم رو میگیم چارک بالا پس این قسمت الان میشه چارک بالا اعداد کوچکتر از چارک اول این میشه چارک پایین و این قسمت هم میشه دامنه میان چارک دامنه میان چارک. پس به این ترتیب میشه این مفاهیم رو مشخص کرد و نشوند بریم سراغ مفهوم بسیار مهمتری که در این ارتباط داریم واریانس واریانس داده ها برابر با میانگینه خوب دقت بکنید میانگین مجذور انحرافات از میانگین است یعنی چی یعنی شما داده های x1 تا xn رو که دارید اول از همه بیاد میانگینشون رو حساب بکنید طبق درس فصل گذشته که x بار میشد جمع همه x ها تقسیم بر n x بار رو که حساب کردید حالا تک تک این عدد ها فاصله از میانگین رو به توان دو برسونید مجزور انحراف هر کدوم از عددها از میانگین همه اینا با هم جمع بشه تقسیم بر این بشه مشخص کننده واریانس داده ها خواهد بود حالا یه سری نکات داره واریانس یک اگر تمام داده ها با هم برابر باشن واریانس صفر خواهد بود و بالعکس وقتی همه داده ها با هم برابر باشن میانگینه هم با همون عدد ها برابر خواهد بود لذا داخل هر کدوم از این پرانتزها صفر میشه وقتی به توان دو برسه جمع بشه صفر و بالعکس اگر به همه داده ها عدد ثابتی اضافه یا کم شود واریانس تغییر نمیکنه این نکته خیلی مهمیه چرا تغییر نمیکنه چون این میانگینه هم داره افزایش پیدا میکنه شما وقتی همه عدد ها رو با یه عدد ثابتی جمع بکنید خب میانگین هم داره با اون عدد ثابت جمع میشه لذا اینکه باز توی این پرانتز ها وقتی هر عدد رو از میانگین کم بکنید فاصله همون فاصله قبلی خواهد بود لذا اینکه توی واریانس تغییری ایجاد نمیشه اگر همه داده ها در عدد ثابتی ضرب شوند واریانس در مربع آن عدد ضرب میشه این نکته خیلی مهمی هستش چرا چون اینا همشون داره به توان دو میرسه بنابراین وقتی که شما اعداد رو در یه عدد ثابتی ضرب بکنید واریانس در توان دومش یا مربعش ضرب میشه یه مثال ببینید اگر واریانس جامعه x برابر 3 باشه و واریانس جامعه y که داده های آن از رابطه y مساوی 4 تا x منهای 2 به دست میاد میخوام میخوایم بدونیم که واریانس این جامعه چند هستش نگاه کنید این که هر عدد جامعه x منهای دو بشه هیچ تأثیری روی واریانس نداره بنابراین این منفی دو تاثیر نخواهد گذاشت ولی وقتی هر عدد جامعه x ضرب در چهار میشه واریانس ضرب در توان دوم چهار خواهد شد پس واریانس جامعه ایگرگ میشه 16 ضرب در چون چهاره باید به توان دو برسه واریانس جامعه ایکس که خب این الان 3 هستش پس 16 ضرب در 3 میشه 48 دقت کنید این منفی دو تاثیر نداره به خاطر اینکه وقتی همه اعداد با یه عدد ثابتی جمع یا کم بشن روی واریانس تأثیری نمیذارن بریم سراغ جذر مثبت واریانس که بهش انحراف معیار گفته میشه جذر واریانس را انحراف معیار میگوییم در حقیقت جذر مثبت چون سیگما دو رو وقتی جذر بگیریم میشه مثبت منفی این رادیکال رو در نظر نمیگیریم و جذر مثبت واریانس رو میگیم انحراف معیار یه سری نکات داریم دوباره اگر همه داده ها با هم برابر باشن انحراف معیار صفر است و بالعکس دقیقا مشابه همون استدلالی که برای واریانس داشتیم در مورد انحراف معیار هم میشه گفت اگر همه داده ها با هم برابر باشند این پرانتز ها همه صفره بنابراین انحراف معیار صفره و اگه انحراف معیار صفر باشه به خاطر اینکه این عدد ها هیچ کدومش منفی نیست باید همشون صفر باشه یعنی همه عدد ها با میانگین باید برابر باشه که مشخص میکنه همه عدد ها با باید با هم برابر باشه. دو اگر همه داده ها را با عدد ثابتی جمع یا تفریق کنیم انحراف معیار تغییر نمی کند دقیقا مانند واریانس هستش این مسئله سه اگر همه عدد ها در عدد ثابتی ضرب شوند انحراف معیار در قدر مطلق آن عدد ضرب میشه ببین تو واریانس در توان دوم ضرب میشد به خاطر اینکه این رادیکاله وجود نداشت و همه اینا به توان دو می رسید بنابراین واریانس هم در توان دوم ضرب میشه اما اینجا چون جذر مثبتش در نظر می گیرید، دیگه از اون توان دومه یه رادیکال گرفته میشه و فقط قدر مطلق باقی میمونه پس اگه مثلا همه اعداد یه جامعه ضرب در منفی دو بشن اینجا انحراف معیارش در در مثبت دو خواهد شد این مسئله هستش که در ارتباط با انحراف معیار باید در نظر بگیره مثال رو ببینید مثال اگر انحراف معیار جامعه x برابر 3 باشد انحراف معیار جامعه y که دادای از رابطه y مساوی 4x منهای 2 به دست میاد چند هستش خب دوباره این منفی 2 چون جمع و تفریق رو انحراف معیار تاثیر نمیذاره تغییر ایجاد نخواهد کرد ولی این اعداد جامعه x وقتی دارن ضرب در 4 میشن پس میتونیم بگیم که انحراف معیار جامعه y میشه قدر مطلق 4 ضرب دارد انحراف معیار جامعه x خب قدر مطلق چهار با خود چهار برابره میشه چهار ضرب در سه که میشه دوازده میشه انحراف معیار جامعه ایگرک اما بریم سراغ آخرین مطلب از صحبت این فصل و شاخص های پراکندگی بحث ذریب تغییرات که به نوعی هم شاخص های پراکندگی داخلش هست و هم شاخص های مرکزی داخلش وجود داره ذریب تغییرات را که با نماد سی وی نمایش میدهند عبارت است از خارج قسمت انحراف معیار بر میانگین خب شما انحراف میار رو دیدید به چه شکل محاسبه میشه میانگین رو هم که از قبل یاد گرفتید محاسبه کردنش اگه این دو تا عدد رو بر هم تقسیم بکنیم خوب دقت بکنید مشخص کننده میزان پراکندگی به ازای یک واحد از میانگین هستش مسئله ای که خیلی مهمه ببینید شما وقتی میزان پراکندگی داده ها رو به دست بیارید باز نمیشه قضاوت درستی در ارتباط با این عدد ها داشته باشه چون ممکنه فرض بکنید یه وقت توی جامعه ای دارید صحبت میکنید که میانگینشون هزار هستش بعد مثلا میزان پراکندگی یا همون انحراف معیارشون 5 یه وقت راجب یه جامعه ای دارید صحبت میکنید که میانگینشون ده هستش و انحراف معیارشون دوباره همون پنج خب این که حالا این میزان پراکندگی توی کدوم جامعه واضحتر هستش وقتی بخوایم قضاوت بکنیم طبیعتا باید بیایم راجب به تغییرات اون جامعه حرف بزنیم که ببینیم میزان پراکندگی به ازای هر واحد از میانگین چقدر هستش یا سیگما بخش بر ایکس بار توی جامعه چه عددی هست حالا نکاتی که در مورد ضریب تغییرات ما میتونیم داشته باشیم اگر همه داده ها با هم برابر باشن ضریب تغییرات صفر است و بالعکس به خاطر این هستش که سیگما برابر صفر میشه و صورت کسر صفر هستش اگر همه داده ها در یک عدد ثابت ضرب شوند ضریب تغییرات تغییر نمیکنه این به خاطر این هستش که دوستان هم صورت ضرب در اون عدده میشه هم مخرج x بار ضرب در اون عدده میشه برابر این صورت مخرج هر دوتا ضرب شدن و عملا توی CV تغییری ایجاد نخواهد شد اگر به همه داده ها یک عدد مثبت اضافه کنیم ضریب تغییرات کوچکتر می شود این به خاطر هستش که سیگما که تغییر نمیکنه انحراف معیار با جمع و تفریق تغییر نمیکنه ولی ایکس بار وقتی بزرگ بشه CV خب میاد پاید مخرج کسب بزرگتر شو. و اگه عدد منفی اضافه کنیم یعنی مخرج کس رو کوچیکتر بکنیم خب طبیعی هستش که CV بزرگتر خواهد شد خب بریم سراغ تست ها کدام یکی از پارامترهای زیر با بقیه متفاوت است دامنه تغییرات میانگین انحراف معیار و واریانس خب میبینیم که میانگین یک شاخص و پارامتر مرکزی بود در حالی که بقیه پارامترهایی که اینجا داریم شاخص های پراکندگی هستند و این ستا خب با اون قسمت ب متفاوت هستن پس جواب تست اول ما میشه گزینه ب بریم سراغ تست دوم اگر انحراف معیار 2x منهای 5 y به اضافه 4 3z منهای 1 11 برابر 0 باشد میانگین x و y و z کدام هستش خب ببینید یه نکته داشتیم انحراف معیار یار برابر صفره اگر و فقط اگر اعداد با هم برابر باشد. خب ما میتونیم بگیم که الان پس 2x منهای 5 هم باید برابر 11 باشه y به اضافه 4 هم باید برابر 11 باشه و 3z منهای 1 هم باید برابر 11 باشه هر کدوم از اینا رو حل بکنیم الان 2x میشه 16 x میشه 8 اینجا ایگرگ مساوی میشه با یازده منهای چهار که میشه هفت و اینجا الان سه تا زد میشه دوازده بنابراین زد میشه چهار پس میانگین X ایگرگ و زد برابر خواهد شد با هشت به اضافه هفت به اضافه چهار تقسیم بر سه و در نتیجه میشه پونزده به اضافه چهار که میشه 19 سوم طبیعتا گزینه جیم که به صورت 19 سوم هست اشتباه نشه 19 ممیز 3 نیست 19 سوم این 11 سوم و این هم 10 سوم در هر صورت پس جواب تست ما گزینه جیم هستش که 19 سوم است خب این یه جمع داشته باشیم نسبت به مطالبی که مطرح شد مهمترین شاخص های پراکندگی رو مطرح کردیم گفتیم دامنه تغییرات چارک های بالا پایین واریانس انحراف معیار و ذریب تغییرات هستند که دامنه تغییرات میشد بزرگترین عدد منهای کوچکترین عدد چارک های بالا پایین میشد اون عدد عددی که از چارک سوم بزرگتر باشه میشد چارک بالا عددی که از چارک اول کوچیکتر باشه میشد چارک پایین واریانس یه فرمول داشت که ما اول باید میانگین رو حساب بکنیم هر کدوم از میانگین کم بکنیم اینا رو به توان دو برسونیم با هم جمع بکنیم و تقسیم بر تعداد بکنیم میشه واریانس اون وقت اگه جذر مثبتش رو حساب بکنیم انحراف معیار به دست میاد و برای ضریب تغییرات باید انحراف معیار رو بر میانگین تقسیم کنیم